سلام دوستان، وقت شما بخیر. چپتر دو، میخوایم چپتر دو رو شروع کنیم و آموزشی که مربوط به سینتکس های زبان برنامه‌نویسی گو هست میخوام در مورد اینو حرف بزنیم. و تو این ویدیو من میخوام در مورد یکی از کامنت هایی که زبان گو داره یه خورده باهاش آشنا بشیم، کامنت هایی که واقعا کاربردی هستن و ممکنه ما آیدی نداشته باشیم مثل گولند، بخوایم با ترمینال یا سی ام دی کار کنیم، نیاز هستش که ما این کامنت ها رو بدونیم. خب برای این منظور من اولین موضوعی که میخوام حرف بزنم یه سی ام دی میارم بالا و گو رو میزنم تو سی ام دی. میبینین کامنت هایی که داره نگاه کنین، کامنت هایی هستش که مثلا گو گت، اف ام تی، نمیدونم داکس، کلین، بیلد، نمیدونم اینستال و ورژن تست. خب ما میخوام هر یک از این چند تا رو بگم. مثلا میخوام بگم گو ای ام وی که اینجا گفته میگه که کل انوایرمنت وریبل های گو رو پرینت میکنه. بذاریم ما کار انجام بدیم. ای ام وی نگاه کنین، انوایرمنت وریبل متغیرها و کی ولیو هایی هستش که اینجا داره به ما اطلاعاتشو بهمون میده. مثلا ای ام دی آرچیتکترش، بعد مسیر کشش اینه از سیستم عامل من، خروجیش دات اگزه بر اساس نوع سیستم عاملی که من دارم، مسیر خود گوی منم اینجاست. بذارید من اینو کپیش کنم. ببینین سورس بی باینریش اینجا توش میفته و اینم سورس هایی هستش که من روش کار میکنم. خب و ماژول هایی که داره اضافه میکنه تو کشش و این پروژه گوه اصلیه که نصب شده. نیا کنین این هم باینریش اینجاست و استیکی هاش، سورس هاش و خیلی چیزهای دیگه، مثلا لاگ فایل های دات گوه لاگ ها تو این مسیره. خب این تا اینجا کار. پس این انوایرمنت وریبل ها رو خودش ست میکنه که میخوایم موقعی که بیلد بگیریم یا میخوایی که میخوایم یه چیزی رو دیباگ کنیم، یه دستوری رو بزنیم، از این مسیرهای خودش میخونه و ادامه میده به دات گو هایی که پروژه از اون فایل سیستم ایجاد میشه. خب این از ای ام وی. دستور الان کار بعدی میخوام انجام بدم مثلا نوع بیلد کرد، دستور ران و بیلد هست. من برای این منظور میام میزنم چپتر 02، یه چپتری رو ایجاد میکنم یا یه فایل به نام مین اد میکنم. اینم مین، اینم فانک مین، fmt.println، یه متنی رو اینجا هم حالا برمونه هلو می نویسم که بدونیم که یه خروجی داره. حالا من میام اینجا راست کلیکش میکنم و نگاه کنین خود این دستور چی داره؟ گو بیلد داره. حالا من باش آشنا میشیم. من اینو گو بیلد رو بزنم، خود آیدی گولند. پس چیکار کرد؟ باسم هلو رو چاپ کرد. خب من با این منظور میام تو این مسیری که چپتر دو دایرکتوری که ما ایجاد کردیم تو مسیرش میام سی ام دی این بالا میزنم میاد بالا تو همین مسیری هستش که من هستم و دی آی آر بزنم دایرکتوری ها یه گو دات مین دات گو وجود داره. خب میزنم گو، همون دستور بیلدی که ما اینجا راست کلیک کردیم، دستور بیلدی که ما اینجا راست کلیک کردیم گو بیلد مین دات گو. من بیارم اینجا main.go. خب انجام شد. بیا ببینیم چی کار رو کرد. ببینین یه فایلی به نام main.exe ایجاد کرد. یعنی چی شد؟ یعنی اینکه سورس فایل ما کامپایل شد و خروجیش .exe است. خب من اینجا main.exe رو بزنم همون hello رو چاپ کرده. پس حالا بخوایم یه موضوعی که هستیم، پس بیلده، دستور بیلده میخوایم، اصلا نمیخوایم بیلدش کنیم یا میخوایم خروجی یه نام دیگه باشه، اصلا میخوایم همجوری رانش کنیم. مثلا بزنم تست، اینم دستور الات. خب تسته، من باید اینجا دات اگزه رو بزنم. خب این تا اینجای کار. اینم فاکش کنم چون فرمت پرفیکسش رو ندادم، اینم پاکش کنم. حالا اینجا بزنم تست،
میبینین خروجی همون هلو برگشت. خب این هم خروجی هستش که و دستور دیگه هم خیلی کاربرد داره رانه. خب میزنم ران گو ران مین دات گو، خروجی رو همین لحظه به ما نشون میده. شما میبینید که من در گو ران رو زدم، خروجی رو همون لحظه بهم نشون داد. حالا اگه این فانکشن مین به چندین جا ساب فانکشن های دیگه هم فراخونی داشت، همه رو میرفت پیمایش میکرد و خروجی مد نظرش میومد. پس کامند بعدی گو رانه. پس دقیقا آیدی داره کارمون راحت میکنه، همه اینا رو همون چیزی هست که خود گو اجازه به ما میده که ما اینا دستورا رو بزنیم و خروجی و ما چیزی که میخوایم داشته باشیم. و این از این گو ران. حالا بریم باز هلپ ببینیم مثلا باز چی داریم. گو گت داریم، کلین داریم. خب مثلا تست کیس، موقعی که با تست کیس میخوایم کار کنیم گو مود داریم. خب بذارین من اینو بک بزنم. خب make their mac، میخوام یه دایرکتوری ایجاد کنم، میخوام یه پروژه جدید نیو کنم. ما قبلا برای نیو کردن پروژه میومدیم تو فایل پروژکت، خب بعد اینجا اسمشو میدادیم و خودش میومد اتوماتیک همه کارهای پروژه ها رو اوکی میکرد و خروجی رو به ما میداد. خب من میام اینجا این الان کلوزش میکنم، میام تو قسمت ببخشید تو قسمت همین دایرکتوری که منو میخوام ایجاد کنم. بذار من با cmd ایجادش کنم، مثلا مکتب خونه. یه پروژه نیمی به نام مکتب خونه میخوام ایجاد کنم. خب یه پروژه نیمی به نام مکتب خونه میخوام ایجاد کنم. پس واسه همین من باید بزنم go mod گو مات اینیت. خب ایجاد شده، یه ماژول به نام مکتب خونه ایجاد شده. من میام داخلش، یعنی این ماژول ماست، یعنی عملا ماژول نیمی ایجاد شده. حالا یه چیز جالب تر این که خب بعضی شما میبینید که مثلا github.com/ نمیدونم چیزا رو حالا بعدم بهش میپرسید تو github ها زیاد میبینید، اون هم ماژول نیمی هستش که اینجا دارن ایجاد میکنن. ورژن گو هم که همینه. پس اینجا من میتونم دوباره میام این قسمت اوپنش کنم، تو قسمت پسشم بگیرم. خب اینجاست دیگه. خب تراست پروژکت نیو ویندو، کاری که کردیم اومدیم یه پروژه رو استارت کردیم، یه ماژول نیم به نام مکتب خونه، ستاپ گروت هم که خب بتونی اینجا بزنی چون اینو داره خودش میفهمه و میگیره استیکی و مسیرش رو. دوباره مین دات کو بزنیم، این میشه مین، یکی هم فانک مین اف ام تی دات پرینت ال ان و اوکی اوکی. و دوباره مثلا بیام همینجا مثلا بزنم چی بخشید دی آی آر گو ران گو ران مین اوکی اوکی برگشت. پس این دستور سوم. یه دستور دیگه هم داره به نام گو گت، این برای کار دانلود کردنه که بعداً جلوتر تو ویدیوهای بعدی استفاده میکنیم که یه سری از پکیج ها رو ما مجبوریم از جاهای دیگه دانلود کنیم. خب که دیگران نوشتن مثل گیت هاب، مثل نمیدونم خود مسیر گولنگ، دامنه گولنگ دات اورگ، نمیدونم خیلی جای دیگه، میایم از دستور گت استفاده میکنیم. و اینم ما تو ویدیوهای بعدی، یعنی به موقعش که پیش بیاد، از این دستور استفاده میکنیم و اینکه یه سورس رو که دیگران نوشتن و ما میخوایم ازش استفاده کنیم و دانلود میکنه و ما میایم اون فانکشن هایی که دیگران نوشتن و اون پکیج هایی که دیگران نوشتن یا ماژول هایی که دیگران نوشتن رو استفاده میکنیم. این از کامند لاین هایی هستش که ما تو گولنگ ازش استفاده میکنیم و همچنین که ما میایم دستور مات هم برای اینکه یه ماژولی رو برای پروژه انتخاب کنیم و شروع کنیم به کار کردن هم استفاده کردیم. و تا ویدیوی بعدی
خدا نگهدار، امیدوارم که مفید بوده باشه. مرسی از شما.